مرکز شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برعکس روزهای پیشین امروز به شروع غوغا و کم ماشین است، زیرا مقامات انتظامی حرکت در راه‌های مرکزی را به دلایل امنیتی ممنوع کردند. مقامات از ساکنان پایتخت خواستند برای رسیدن به محل کار یا تحصیل از راه‌های کنار شهر استفاده کنند، ولی آنهایی که در محله‌های مرکزی پایتخت کار می‌کنند مجبورند از 1 تا 2 کیلومتر را پیاده طی کنند و به محل کارشان برسند. وزارت امور داخلی تاجیکستان دو روز پیش اعلان کرد برای تامین امنیت نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی که روزهای 14 و 15 سپتامبر در دوشنبه صورت میگیرد، ورود ماشین ها از ناحیه های کشور را محدود میکند و در حالت های استثنایی حرکت نقلیات حامل مال های مهم دوشنبه اجازه داده می شود. در گذشته تاجیکستان ضمن میزبانی نشست های بین المللی از جمله نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای این گونه تدابیر شدید امنیتی را روی دست نگرفته بود، ولی حمله در آستانه نشست سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی در شهر دوشنبه و شهر وحدت بر رهبری عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان، و ادامه عملیات با ضد او در دره رامید در کنار شهر دوشنبه مقامات تاجیکستان را مجبور کرد که راه‌های اساسی به مرکز شهر دوشنبه را ببندند و تدابیر سخت امنیتی را عملی کنند.